سلام، من سمیه هستم. امروز می‌خواهم که اطلاعاتی را درباره شبکه آموزشی مواد مخدر با شما در میان بگذارم. این شبکه یک سازمان آموزشی است که اطلاعاتی درباره داروها، مواد مخدر، نحوه عملکرد آنها و راه‌های کم کردن عوارض آنها به مردم ارائه می‌کند. دارو ماده است که در صورت جذب شدن توسط بدن انسان عملکرد عادی بدن را تغییر می‌دهد. این تغییرات شامل تغییرات فیزیکی، روحی و روانی می‌شوند. در استرالیا مصرف الکل و تنباکو برای افراد بالای 18 سال قانونی است، اما این دو بیشترین ضرر را به بسیاری از مردم می‌رسانند. سیگار عامل اصلی مرگ و میر و بیماری‌های مرتبط به مواد مخدر است. برای مثال سرطان شش، بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و ناباروری در زنان از جمله بیماری‌های ناشی از سیگار کشیدن هستند. زیاده روی در مصرف الکل دومین عامل مرگ و میر و بیماری‌های مربوط به مواد مخدر است. تصادفات رانندگی، جراحت، بیماری‌های نظیر مشکلات کبدی، سرطان، زخم معده، مشکلات گوارشی و آسیب‌های مغزی از جمله مشکلات مرتبط با مصرف الکل هستند. مصرف بی‌رویه الکل همچنین می‌تواند بیماری‌های مزمنی مانند دیابت را شدت بدهد. بعضی از داروها توسط پزشک تجویز می‌شوند و بعضی دیگر می‌توانند بدون داشتن نسخه از داروخانه تهیه شوند. هر دو نوع این داروها قانونی هستند و برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اینکه مطمئن شوید که داروها تأثیر مناسب خود را می‌گذارند، باید داروها را در زمان مناسب و به مقدار تجویز شده توسط پزشک یا داروساز مصرف کرد. گاهی اوقات ممکن است که عوارض جانبی داروها را تجربه کنید. در این صورت باید با دکتر یا داروساز خود در این باره صحبت کنید. برای مثال بعضی از داروها می توانند سرعت مردم را کم کرده و باعث خواب‌آلودگی شوند یا سرعت سیستم عصبی را زیاد کنند. در صورت مصرف همزمان دارو و الکل، عوارض و مشکلاتی مانند سرگیجه، مشکلات کبدی و گوارشی و مصرف بیش از اندازه اتفاق خواهد افتاد. بعضی اوقات بعضی از داروها برای ساختن مواد مخدر غیرقانونی استفاده می شوند که در این صورت خطر بیهوشی در نتیجه مصرف نادرست این مواد ممکن است اتفاق بیفتد. شما ممکن است درباره داروها و مواد مخدر غیرقانونی چیزهایی را شنیده باشید. بر اساس قانون در استرالیا استفاده از بعضی مواد مشخص خلاف قانون بوده و مجاز نیستند. برای مثال آمفتامین ها، شیشه و قرص های ایکس، شاهدانه ها، هروئین، کوکائین، استروئید ها، قارچ های جادویی و مواد توهمزا از جمله این مواد غیر قانونی هستند. همراه داشتن و یا فروختن این مواد می تواند منجر به جریمه و یا زندانی شدن فرد شود. مواد مخدر و داروها را همچنین می توان از روی عملکرد آنها در بدن شناخت. بعضی از مواد مخدر محرک هستند. برای مثال آمفتامین هایی مانند قرص های ایکس، شیشه، تنباکو، کافئین و نوشیدنی های انرژیزا از جمله مواد مخدر محرک به حساب می آیند. این مواد سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و فعالیت های مغزی، قلبی، فشار خون و دمای بدن را افزایش می دهند و باعث افزایش هوشیاری و سطح انرژی در بدن فرد می شوند. مواد محرک همچنین می توانند اعتماد به نفس شخص را زیادتر کنند. به این مواد محرک بالابر نیز گفته می شود. گروه دیگری از مواد مخدر مواد توهمزا هستند. برای مثال قرص های توهمزا و قارچ های جادویی از جمله این مواد به حساب می آیند. وقتی مردم تحت تأثیر مواد توهمزا قرار می گیرند، تصاویری را می بینند، صداهایی را می شنوند و چیزهایی را حس می کنند که به نظرشان واقعی می آیند، اما وجود خارجی ندارند. بعضی اوقات سفرهای سخت می توانند باعث شوند که افراد دچار توهم ناخوشایند و یا ترس و وحشت شوند. قارچ های توهمزایی که حاوی سیلیسوبین هستند اغلب مواقع بسیار شبیه به قارچ های سمی هستند که می توانند مرگبار باشند. درباره داروهایی که باعث افسردگی می شوند چه می دانید؟ الکل، هروئین، شاهدانه ها و بعضی از داروها مثال هایی از این مواد هستند.
مواد و داروهایی که باعث افسردگی می شوند، سرعت سیستم عصبی را کاهش داده و سرعت عمل مغز را پایین می آورند. این مواد می توانند سطح هوشیاری، کنترل احساسات، ضربان قلب و تنفس را کاهش دهند. به این مواد پایین آورنده نیز گفته می شود. با توجه به دلایل ذکر شده، می توان فهمید که چرا بعضی افراد پس از نوشیدن چند نوشیدنی احساس آرامش می کنند و یا بعضی افراد به دلیل زیاده روی در نوشیدن جانشان را از دست می دهند. در حالی که داروها و مواد آرام کننده و یا افسرده کننده می توانند بدون آسیب رساندن مصرف بشوند، اما در صورت مصرف نادرست خطرناک هستند. بعضی از داروهای آرام کننده مانند هروئین غیر مجاز هستند و بعضی از داروها فقط با نسخه پزشک قابل تهیه هستند. در صورت مصرف بیش از حد، این داروها باعث از دست دادن هوشیاری، از دست دادن حواس، لکنت زبان، مشکلات تنفسی و یا حتی مرگ می شوند. همانطور که قبلاً ذکر شد، الکل نیز یک ماده آرام کننده است و باعث کاهش سرعت عمل و افزایش خطر آسیب دیدن می شود. این مورد می تواند در حال رانندگی مشکل ساز شود و خطر تصادف را افزایش دهد و به همین دلیل تا زمانی که الکل در بدنتان وجود دارد، نباید رانندگی کرده و یا با ماشین‌آلات کار کنید. بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به هیچ عنوان اجازه وجود و یا مصرف الکل در هنگام کار را نمی‌دهند. این روش بیشتر در سازمان‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد که با ماشین‌آلات و وسایل نقلیه سر و کار دارند و به دلیل حفظ امنیت و جلوگیری از تصادفات است. بهتر است که در صورت وجود چنین قوانینی در محل کار خود از میزان استاندارد وجود الکل در خون و زمان از بین رفتن اثر آن آگاه باشید. آیا می دانید که نوشیدنی استاندارد چیست؟ نوشیدنی استاندارد نوشیدنی است که حاوی 10 گرم الکل و یا 100 میلی لیتر شراب و یا 285 میلی لیتر آبجو و یا 30 میلی لیتر اسپریت است. برای بیشتر مردم حدوداً یک ساعت طول می کشد تا یک نوشیدنی استاندارد در یک کبد سالم هضم شود. بنابراین اگر فردی ساعت 8 شب شروع به نوشیدن کند و 10 نوشیدنی استاندارد بنوشد، بدن فرد حدوداً 10 ساعت نیاز دارد تا این نوشیدنی ها را هضم کند و اثر الکل در بدنش از بین برود و این یعنی حدود ساعت 6 صبح روز بعد. اطلاعات مربوط به نوشیدنی‌های استاندارد روی بطری آنها درج شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره الکل به راهنمای DEN مراجعه کنید. این راهنما به شما کمک می‌کند تا اطلاعات لازم درباره نوشیدنی‌های الکلی را به دست آورید. با مشاهده کردن وبسایت DEN می‌توانید اطلاعات را به صورت رایگان دریافت کنید. آیا درباره دستورالعمل توصیه شده برای نوشیدنی ها چیزی شنیده اید؟ نوشیدن کمتر از 2 نوشیدنی استاندارد الکلی در طول روز خطر ابتلا به بیماری های مربوط به الکل و همچنین تصادفات را در طول عمر کاهش می دهد. نوشیدن کمتر از 4 نوشیدنی استاندارد در مراسمات خاص می تواند خطر تصادفات و یا جراحات ناشی از آن را کاهش دهد. در صورتی که باردار و یا شیرده هستید، بهترین تصمیم این است که از نوشیدنی‌های الکلی پرهیز کنید. آیا می‌دانستید که بدن ما الکل و مواد مخدر را با سرعت‌های مختلف هضم و پردازش می‌کند؟ فاکتورهای متفاوتی مانند سلامت عمومی بدن یا مصرف همزمان مواد مخدر و یا داروی دیگری می‌توانند روی چگونگی تأثیر الکل بر روی بدن تأثیر بگذارند. افرادی که سن بیشتری دارند به زمان بیشتری برای هضم و پردازش الکل و مواد مخدر نیاز دارند و بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار می گیرند. جنسیت نیز عامل دیگری است که بر روی هضم الکل و مواد مخدر اثرگذار است، زیرا اندازه جگر در مردان و زنان متفاوت است. درباره دیگر مواد مخدر و تأثیرشان بر مردم چه می دانید؟ مواد مخدری که از دسته شاهدانه ها هستند و به نام های علف یا گل نیز شناخته می شوند، از دسته مواد غیر مجازی هستند که می توانند اثر توهم زایی و افسردگی داشته باشند.
اثر این مواد می توانند در بدن افراد مختلف متفاوت باشد. ممکن است که اثرهای منفی بر روی مغز در حال رشد نوجوانان و جوانانی که به طور دائم از این مواد استفاده می کنند داشته باشد. بعضی از اثرات جانبی طولانی مدت این مواد مخدر شامل کاهش تمرکز، کاهش انگیزه و کاهش حافظه می باشد. همچنین باعث کاهش سرعت عکس‌العمل، کاهش هماهنگی و تغییر خلق و خو می شوند. خطر تصادف در مصرف کنندگان این مواد 3 برابر بیشتر از کسانی است که مصرف کننده نیستند. اسکیزوفرنی نوعی روانپریشی است که در آن بیمار چیزهایی را می‌بیند و یا می‌شنود که وجود خارجی ندارند. استفاده از شاهدانه‌ها می‌تواند خطر ابتلا به اسکیزوفرنی را افزایش دهد، مخصوصاً برای کسانی که در معرض ابتلا به این بیماری هستند. برای مثال، کسانی که سابقه خانوادگی اسکیزوفرنی دارند. استفاده از حشیش و یا شاهدانه ها همچنین می تواند روان پریشی ناشی از مصرف این مواد را افزایش دهد، مخصوصا زمانی که به طور مداوم استفاده شود. ممکن است شما درباره استفاده پزشکی از موادی مانند شاهدانه ها چیزهایی شنیده باشید. در استرالیا تحقیقات درباره فواید استفاده پزشکی از حشیش و یا شاهدانه ها برای درمان بیماری هایی مانند سر در خردسالان، حالت تهوع در بیماران مبتلا به HIV و بیماران سرطانی در حال انجام است. سایر بیماری های دردناک و مزمن در حال بررسی هستند و ممکن است که به نتیجه مثبتی برسند. سازمان Narcotic Drugs Amendment Bill طرحی ارائه داده است که بر اساس آن استفاده پزشکی از شاهدانه ها قانونی شود، اگرچه استفاده از شاهدانه ها برای استفاده های غیر پزشکی غیر قانونی است. در تاسمانیا بعضی از موادی که استفاده پزشکی دارند از سپتامبر 2017 می توانند در صورت داشتن نامه از GP در دسترس قرار بگیرند. دکتر GP هر فرد را به صورت جداگانه معاینه می کند و در صورت نیاز نامه را به متخصص مربوطه می فرستد تا فرد بتواند از مواد پزشکی استفاده کند. داروها و مواد محرک شامل آمفتامین های مانند قرص های ایکس و شیشه سرعت سیستم عصبی را بالا می برند. شیشه قوی ترین نوع متافتامین است. عوارض مصرف این مواد شامل بیقراری، استراب، تپش قلب با سرعت زیاد، سردرگمی و درد در قفسه سینه هستند. بعد از استفاده طولانی مدت از این مواد، خطر مبتلا شدن به مشکلات جدی مانند افسردگی، استراب، مشکلات قلبی و مشکلات خواب افزایش می‌یابد. اگر این عوارض به حد پیشرفته برسند و از کنترل خارج شوند، باعث بیماری‌های مانند افسردگی، استرس و سایر بیماری‌ها می‌شوند. هنگامی که مردم می‌فهمند که استفاده از مواد چه قانونی و چه غیر قانونی می‌تواند روی سلامتی آنها اثر بد بگذارد، دانستن اینکه برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنند مهم است. صحبت کردن با دکتر خانوادگی جای خوبی برای شروع است. همچنین سرویس‌های مربوط به الکل و مواد نیز در دسترس هستند. این سرویس‌ها از مترجم تلفنی برای جلسات مشاوره و درمان استفاده می‌کنند. در صورت نیاز می‌توانید با شماره تلفن 1300139641 در تماس شوید. این یک سرویس محرمانه است. هنگام استفاده از مواد، امنیت و سلامتی بسیار مهم هستند و دانستن اینکه مواد مخدر و الکل چگونه عمل می کنند راهی برای حفظ سلامتی و امنیت است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.den.au مراجعه کنید.